در این ویدیو قرار یک تکنیک یا یک راهکار قوی و مؤثری رو معرفی بکنم که کمک میکنه ذهن فرزندتون در یادگیری مهارت‌ها کارایی بهتر و مؤثرتری داشته باشه. انجام فعالیت‌های کوچیک ولی روزانه با فرزندتون خیلی مهم هستش. اینها رو دست کم نگیرید. همین فعالیت‌هایی که به ظاهر ساده هستن میتونن رشد مغزی فرزند شما رو تحت تاثیر قرار بدن. و این تکنیکی که میخوام آموزش بدم به خاطر رشد مغزی نوزاد در سالهای اولیه تولد تاثیر بیشتری داره و البته این تاثیر مادام العمر هستش. همونطور که ممکنه بدونی در زمان تولد وقتی نوزاد متولد میشه همه سلولهای مغزی که نوزاد نیاز داره همه ساخته شدن، ولی ارتباط بین نورون‌ها یا ارتباط بین سلول‌های مغزی هنوز ساخته نشده. ارتباط بین این نورون‌ها هستش که کمک می‌کنه کودک بتونه فعالیت‌های روزمره مثل بازی کردن، غذا خوردن، راه رفتن و سایر فعالیت‌ها رو انجام بده که این ارتباط بین نورونی توسط تجربیات روزمره شکل می‌گیره. حالا این موضوع رو میخوام بازسر بکنم. یعنی چی؟ ما چیکار میتونیم بکنیم که ارتباط بین سلولهای مغزی ساخته بشه و هرچه این ارتباطات بیشتر باشه از لحاظ مغزی ذهن فرزند شما هم فعالتر هستش. هر زمانی که به کودک غذا میدید، باهاش حرف میزنید، بازی میکنید، همه اینها در واقع یک سری تجربیاتی رو ایجاد میکنه که در شکل‌گیری ارتباط بین نورون‌ها کمک میکنه. در چند سال اول تولد در هر ثانیه بیش از 1,000,000 انتقال عصبی شکل میگیره و هرچه مغز کودک بالغ میشه این ارتباط نورونی کم 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 میشه و فقط اون ارتباطاتی باقی میمونن که تقویت میشن و یا اینکه بیشتر تکرار میشن و مواردی که تکرار نمیشن یا ضعیف هستن از بین میرن. و در واقع مغز داره به این شکل تقویت میشه و برای یادگیری مهارت‌ها کارآمد میشه. پس فعالیت‌های روزانه شما با کودک زمینه‌ساز تفکر، احساس و رفتار او در آینده میشود. یک مطالعه انجام شده که اومدن 190 خانواده رو بررسی کردن که در این مطالعه تعامل والدین با کودک رو از زمان تولد تا 4 سالگی مورد بررسی قرار دادن و اینو بررسی کردن که حالا والدین چطور به نیازهای فرزندان پاسخ میدن و میزان توجه پاسخگویی و میزان هماهنگی پاسخ نسبت به نیازها رو تو فرزندانشون بررسی کردن. و بعد مجدد در سن 8 سالگی از مغز این کودکان MRI گرفتن و چیزی که دریافتن و خیلی جالب بود این بود که کودکانی که مراقبت‌هایی رو دریافت کردن که حالا اون والدینشون بیشتر پاسخگوی نیازهاشون بودن، یعنی والدین نیازهای فرزندانشون رو تا از زمان تولد تا 4 سالگی بیشتر پاسخ دادن، ماده خاکستری مغز این کودکان بیشتر بود و حجم مغزشون بزرگتر بود که در واقع این ماده خاکستری مغز برای پردازش مغزی خب بسیار مهم هستش که در مهارت‌های حرکتی، پردازش حسی و تصمیم گیری این قسمت از مغز نقش مهمی داره. به عبارتی این بچه‌ها در سن 8 سالگی نشانه‌هایی از رشد پیشرفته‌تر مغزی را داشتن. یعنی هرچه والدین اینها در 4 سال اول تولد نسبت به نیازهاشون پاسخگو بودند و نیازهاشون رو برآورده کردند، در واقع کمک کردند به عملکرد مغزی کودکان. یکی از این روش‌هایی که ما میتونیم پیاده بکنیم این هستش که بر حسب نیاز کودک ما بتونیم پاسخ مناسب رو به نیاز کودک بدیم. در واقع هرچه این کار زودتر آغاز بشه، یعنی از زمان تولد زود آغاز بشه، تاثیرش هم بیشتر هستش. این تکنیک مثل یک تکنیک بازی تنیس تشبیه شده که سرویس و پاسخ، یعنی وقتی که بازی تنیس با یه سرویسی شروع میشه، یعنی کودکی که نیاز داره یه درخواستی رو داره میشه همون در واقع سرویس و ریترن، یعنی اون پاسخی که شما به عنوان والدین در جواب نیاز کودک باید بدین.
پس سرویس میشه همه کارهایی که کودک داره انجام میده که با شما تعامل داشته باشه، جلب توجه بکنه و نیاز داشته باشه یه پاسخی از سمت شما بگیره. مثلا حالا فرض کنین که کودکی داره نگاه میکنه به شما یا اشاره میکنه با دست به چیزی یا اینکه دستاش رو میاره بالا که بخواد یه پاسخی از سمت شما دریافت بکنه و اون پاسخی که شما میدین مثلا میتونین لبخند بزنین یا اگر به چیزی اشاره کرد اسم اون شی رو براش بگین یا اگر دستش رو به سمت شما دراز کرد بغلش بکنی. این در واقع میشه پاسخی که شما در رابطه با نیاز کودک دارین میدی. پس وقتی یک نشانه رو از سمت کودک دریافت کردین، نوبت شماست که به اون نشونه پاسخ بدین و با واکنش دادن به موقع و مناسب که البته هماهنگ بیشتری داشته باشه با نیاز کودک، میتونین در واقع این تکنیک رو به این شیوه پیاده بکنین. حالا وقتی به نیاز کودک پاسخ دادین، باید منتظر باشین چون یک زمانی طول میکشه تا کودک بتونه اون پاسخ شما رو پردازش کنه. کودکان معمولا نیاز به زمان دارن تا وقتی از سمت شما پاسخی رو دریافت میکنن مجدد بتونن حالا یا نشونه دیگری رو از خودشون بروز بدن که باز نیاز داشته باشن که یه پاسخ مجددی از سمت شما بگیرن یا اینکه کلن متوقف میشه و میرن سر یک موضوع دیگه. مثالش به این صورت هستش که کودکی که حالا گرسنه هستش و به غذا اشاره میکنه. وقتی به غذا اشاره میکنه شما باید یک پاسخ مناسب در واقع با توجه به نیاز کودک بدین. پاسخ شما میتونه این باشه که حالا غذا میخوای، این غذا رو میخوای بهت بدم. بعد میبینیم مجدد داره کودک اشاره میکنه، حالا یا غر میزنه که این در واقع همون سرویس هست یا نشونه ای هست که کودک دوباره داره میفرسته و مجدد پاسخ شما این میشه که حالا این غذا رو میذارین جلوی فرزندتون یا بهش میگین که این غذا مال تو، حالا بیا بخور و میتونه دوباره ادامه داشته باشه از سمت کودک. کودک باز یه تیکه از غذا رو برداره، اشاره کنه، بخنده و نیاز داشته باشه که حالا شما باهاش دوباره تعاملی داشته باشین، مثلا اسم غذا رو بگین یا بهش لبخند بزنین و اینطوری ممکنه حالا باز ادامه داشته باشه یا متوقف بشه، تمام بشه و کودک بره سراغ یک موضوع دیگه. یک نکته که هست اینه که معمولا زیر 6 ماه کمی سخته که متوجه بشین واقعا نیاز کودک چیه، چون ممکنه بعضی وقتا اون نشونه هایی که کودک میفرسته خیلی شبیه باشه با سایر نشانه ها. مثلا کودکی که حالا گرسنه هستش یا خوابش میاد، ممکنه بعضی از این نشونه ها شبیه هم باشن. بنابراین مهم هستش که بتونی این نشونه ها رو شناسایی بکنی و بدونین که مثلا هر وقت فرزند شما گرسنه هستش ممکنه مثلا این نشونه رو داشته باشه یا دستش رو مک بزنه یا این حالت ها رو از خودش نشون میده. باید توجه شما روی نشانه ها بیشتر باشه، چون اگر پاسخی که میدین حالا متناسب با نیاز کودک نباشه، همین هم باز میتونه یه سری اختلالات ایجاد بکنه تو ساختار مغز کودک. پس لازم هستش که شما تلاشتون رو بکنین که قبل از 6 ماهگی بتونین این نیازهای کودک رو شناسایی بکنین که بتونین پاسخ مناسب به نیازهای کودک بدین. البته من قبلا تو یک ویدیو گفته بودم که اگر کودک زیر 6 ماه نیازهاش برآورده بشه، باعث میشه که بالای 6 ماه گریه هاش کمتر بشه و هرچه شما این امنیت و آرامش را زیر 6 ماه به کودک بدین، حتی اگر نتونین دقیق نوع نیازش رو مشخص بکنین ولی تلاش بکنین که نیازهاش رو برآورده بکنین و کودک آروم بشه، همین هم خیلی میتونه به آرامش کودک شما کمک بکنه. من یه ویدیو دارم که در مورد اینکه اگر کودک گریه کرد چیکار کنیم که در واقع گریه هاش متوقف بشه و اون احساس امنیت و آرامشش بیشتر بشه و دلیل گریه هاش چیا میتونه باشه، در واقع یک سری راهکارهایی رو به شما دادم که این ویدیو هم خیلی بهتون کمک میکنه. حتما توصیه میکنم این ویدیو رو هم ببینید.